سلام خدمت بینندگان برنامه در غیر این صورت در دوره 11 از این مجموعه برنامه در خدمت شما هستم. برنامه دوم این مجموعه به بحث از روحانیت شیعه اختصاص داره. در برنامه اول بحث من عمدتاً در مورد گفتمان و باورها و نگرش‌های روحانیت شیعه بود. در این برنامه دوم بیشتر بحث می‌کنم از مسئله اخلاق، چه نگرش‌ها و باورهای اخلاقی و چه رفتارهای اخلاقی روحانیت شیعه. قبل از اینکه معذرت می‌خوام، قبل از اینکه وارد بحث جلسه امروز بشم، به نکات مهمی که در جلسه اول بهش اشاره شد مختصراً به اونها میپردازم برای یادآوری و برای ورود به بحث جلسه دوم. مبانی فکری روحانیت شیعه که در جلسه اول مورد بحث قرار گرفت بدین قرار بود: ادعای همه چیز دانی، اینکه اونها همه علوم عالم رو در نزد خودشون دارن و بی نیاز هستن از یادگیری از دیگران، حالا دیگران چه غربی ها، چه در جامعه ایران، چه از علم، چه از فلسفه، از هر دانشی فکر میکنن که بی نیاز هستن چون قرآن و حدیث رو در اختیار دارن. باور دوم انحراف اندیشی و اینکه همه رو غیر از خودشون منحرف تصور میکنند و کسانی رو که فقه رو رعایت نمی کنند بی بندوبار طلب نمی کنند. باور سوم این که شریعت رو مساوی با قانون می دونن و معتقد هستند که شریعت رو که اجرا بکنن همه مشکلات جامعه بشری حل میشه. چهارم خود حق پنداری، این که خودشون رو در مقام مقدسان و انبیا و اولیای الهی می بینند. پنجم پارانویا یا تسلط ایده ترس بر نگرش خودشون و الغای این ترس در جامعه. ششم انسان حراسی، ترس از غیر، ترس از همجنسگرایان، ترس از زنان، ترس از غربی ها، ترس از افراد بیدین، هر کسی غیر از روحانیت شیعه هست، اینها اونها رو به عنوان غیر انسان یا حتی در مقام حیوان اونها رو معرفی میکنند و خب به همین دلیل هم هست که به راحتی میتونند اونها رو به قتل برسونند. بعدی معذرت میخوام، بعدی مسئله خشونت، استفاده بیدریق از خشونت برای حذف طرف مقابل، برخورد با طرف مقابل یا حل اموری که مسئله و معضل در جامعه میبینند، مثل مسئله حجاب. بعدی تبعیض و قائل شدن به حقوق یک طرفه برای خودشون در امور و اخیراً هم این دیدگاه که خیلی گسترش پیدا کرده در میان روحانیت شیعه، مسئله گسترش طلبی است و بست حیطه و حیطه نفوذ در منطقه خاورمیانه تا حتی ادعای تسلط بر جهان و مدیریت جهان. اینها در واقع اگر مجموعه اینها رو شما در کنار هم بگذارید، من بدین دلیل این بحث رو مطرح کردم که ما چگونه میتوانیم با مسئله روحانیت در دوره خودمون برخورد کنیم. برای اینکه تصور روشنی از نوع برخورد با روحانیت پیدا کنیم، باید این نهاد رو و این سازمان رو بشناسیم. یک وجهش خب مسئله باورها و نگرش هاست، یک وجه دیگرش بحث اخلاق هست که امروز من مطرح میکنم. همه اینها در واقع یک منظومه ایست که من در کنار هم بخش های یک معماست، از این معماهایی که بچه ها کنار هم میچینن، بهشون میگن جورچین به زبان فارسی. وقتی که اینها رو ما در کنار هم میچینیم در این 13 برنامه، در نهایت بر نهاده من، تز من این هست که نهاد روحانیت برای جامعه ایران، نهاد روحانیت شیعه برای جامعه ایران
نه تنها هیچ کارکرد اجتماعی و فرهنگی مثبتی نداره، بلکه یک نهاد به شدت مسموم و خطرناک هست. خب یک بخشش به دلیل همین باورهایی بود که خدمتتون عرض کردم، یک بخشش به دلیل نظام اخلاقی و رفتارهای اونهاست و نوع در واقع چارچوب هایی است که برای خیر و شر قائل هستند، یک بخشش به دلیل قدرت طلبی، گسترش طلبی، یک بخشش به دلیل فساد. اینا در برنامه های دیگر من یک به یک اینها رو بهش خواهم پرداخت. و خب مجموعه اینها رو که ما در کنار هم بگذاریم، خواهیم دید که روحانیت شیعه نه تنها مولد هیچ کالا یا خدمات ضروری و مفیدی برای جامعه ایران نیست، بلکه عمدتاً تنفر و تبعیض و خشونت رو رواج میده و نهاد بسیار پرهزینه‌ای هم شده برای جامعه ایران، به دلیل اینکه گسترش پیدا کرده، تعداد طلاب و تعداد روحانیون مرتب افزایش پیدا کرده در ایران. تخمین زده میشه که چیزی حدود، بنا به آمارهایی که حالا بعداً هم بهشون خواهم پرداخت، چیزی در حدود 200,000 طلبه هست و چیزی در حدود 400 یا 500,000 روحانی هست در ایران. اینها سالانه ده ها هزار میلیارد تومان برای جامعه ایران هزینه دارند، به دلیل اینکه کار مولدی نمی کنند، فقط مصرف می کنند. و این مصرف زدگی این نهاد و این هزینه بر بودن این نهاد، علاوه بر امور دیگر، علاوه بر باورهای مضر، اخلاق ناشایست، رفتارهایی که اینها دارند، اینها همه مضر حال جامعه امروز ایران بوده. و خلاصه سخن من این هست که جامعه ایران نه تنها نیازی به این نهاد روحانیت شیعه نداره که نه به هدایت معنویش کمک میکنه، نه به هیچ وجهی از نیازهای جامعه ایران کمک نمیکنه، بلکه مخاطرات و سموم بسیار زیادی رو هم برای جامعه ایران تا کنون داشته. بحثی که در جلسه امروز دنبال میکنیم بحث اخلاق هست، اینکه روحانیت شیعه چه رفتار اخلاقی رو تشویق و ترغیب میکنه و خودش چطور رفتار میکنه، چه نظام اخلاقی داره و چطور این نظام اخلاقیش رو در جامعه به منصه ظهور میرسونه. من معتقد هستم که اخلاق حسابش کاملا از دین جداست و ما حتی نظام‌های دینی رو هم باید با اخلاق بسنجیم، نه اینکه اخلاق بخشی از دین باشه، هرچی که دین میگه این اخلاق است، بلکه باید ادیان رو هم سنجید با معیارهای اخلاقی عقلانی، ببینیم آیا واقعا در اون چارچوب‌ها جا میشه یا نه. حالا امروز برخی از سخنان این رهبران دینی رو من خدمتتون خواهم خوند و نشون خواهم داد که تا چه حد اینها ضد اخلاقی هست. به دلیل همین یگانه دانستن اخلاق و شریعت، یعنی اگر شما شریعت رو رعایت کنید، برای روحانیون کافی است که شما آدم اخلاقی هستید و اخلاق رو در واقع اینها بخشی از تعالیم دین میدونن. دین رو دارای سه مجموعه تعالیم میدانند معمولا روحانیون شیعه. یک بخشش اخلاقیاته که این رو بیشتر از حدیث و رفتار علمای دینی میگیرند، یک بخشش شریعته و یک بخشش هم کلام هست. این تقلیل اخلاق به بخشی از دین یا مساوی گرفتن اخلاق و شریعت در میان برخی دیگر از روحانیون، این در واقع بی بنیاد کردن اخلاق هست و در واقع ما امروز در جامعه ایران نتیجه این رو داریم میبینیم که تا چه حد اخلاق در جامعه ایران بی بنیاد شده. اخلاق تبدیل شده به زائده فقه و در واقع عینیت یافته در سبک زندگی روحانیت شیعه. اگر روحانیون شیعه اندرونی بیرونی دارن، این امر کاملا اخلاقی هست. اگر روحانیت شیعه زنانشون و دخترانشون چادر سیاه می پوشند امروز، این عین اخلاق هست. اگر به موسیقی غربی گوش نمیدن یا موسیقی شاد گوش نمیدن، این عین اخلاق هست. اینها رو در واقع این رفتارها باعث شده است که به نظر من اخلاق در جامعه ایران کاملا بی بنیاد بشه و باعث فساد اخلاق در جامعه ایران بشه. اگر بخواهیم
اخلاقی رو که امروز روحانیون شیعه در ایران ترویج میکنند، مبانیش رو به دست بیاریم، به نظر من در سه مجموعه، در سه بنیاد میشه این رو توضیح داد. بنیاد اولش عدم برابری انسان هاست. در اخلاقی که روحانیت شیعه ترویج میکنه، انسان ها با هم برابر نیستند، زن و مرد با هم برابر نیستند، مسلمان و غیر مسلمان، شیعه و سنی، همجنسگرا و غیر همجنسگرا، روحانی و غیر روحانی، وفادار به نظام و غیر نظام، بهایی و مسلمان، یهودی و مسلمان، معذرت میخوام، اینها با هم برابری ندارد و نتیجه این فکر نابرابر وجود تبعیض و امتیازات ویژه هست که این تبعیضها و امتیازات رو اینها عین اخلاق میدونند، عین نظام اخلاقی میدونند که مثلا در ایران غیر مسلمانان رو از بسیاری از حقوقشون محروم کنند، اینها رو اخلاقی میدونند، یا اینکه مسلمانان رو به زور ببرن نماز بخونن در پادگانها، در مدارس، این رفتارها رو رفتارهای اخلاقی میدونند، اینکه دیگران رو تحقیر کنند، اینکه دیگران رو مورد شماتت قرار بدن، خشونت کنند بر دیگران، اینها رو عین اخلاق معرفی میکنند. بنیاد دوم این که برای حفظ و تبلیغ و اجرای احکام دین هر گونه نقض اصول اخلاقی رو، مثل هر نقض حریم خصوصی افراد، تحمیل سبک زندگی خودشون بر دیگران، همه اینها رو اخلاقی میدونند. امر به معروف و نهی از منکر در واقع یعنی نقض حقوق دیگران به دلیل یا با توجیه اعمال اخلاق بر دیگران، در واقع با این عنوان که ما میخواییم شما رو به زور به بهشت ببریم. بهشتی که اونها دارن اصولا یک بهشت خاصی است، بهشتی است که خودشون تعریف کردند، یک بهشت توهمی و خیالی است و افراد رو هم به زور میخواهند به این بهشت ببرن. این رفتار رو روحانیون متاسفانه اینها رو رفتارهای اخلاقی معرفی میکنند. همه مخالفان جمهوری اسلامی در همه پرونده ها که نگاه بکنید خواهید دید که اونها رو به عنوان افرادی بیبندوبار و غیر اخلاقی معرفی میکنند. اخلاق رو اینها در انحصار خودشون میدونند. به عنوان مثال، مثلا در مورد حجاب، تمام زنان عالم رو، میلیاردها زن رو که حجاب نمیپوشند، این زنان رو بیبندوبار معرفی میکنند و تنها زنانی که روسری داشته باشن، حجابی داشته باشن، اونها هستن که زنان پایبند به اخلاق هستن. این نگرش تنگ و بسیار بسته است از اخلاق. و بنیاد سوم این که اخلاق و انصاف رو به طور کلی شاخه‌ای از مذهب و باورها و احکام دینی اینها معرفی میکنند. این سه بنیادی است که این مجموعه برای اخلاق قائل هستند. به همین دلیل هم هست که روحانیون بر این باورند که دستورات و ارزش‌های اخلاقی رو باید با دین، تفسیری که اونها از دین دارن، تصوری که اونها از دین دارن، باید با دین اونها رو مورد سنجش قرار داد و نه بالعکس. به همین دلیل هم عدم باور به خدا، عدم باور به اسلام، عدم باور به شیعه یا عدم باور به حکومت جمهوری اسلامی رو عین بی اخلاقی و فساد تلقی می کنند و عالم رو غیر از خودشون، غیر از دنیایی که در پیرامون خودشون ساختن، اونها رو، عالم رو پر از ظلم و جور و فساد معرفی می کنند. به عنوان نمونه، آقای صافی گلپایگانی که یکی از مراجع قم هست، ایشون میگه در آخر الزمان یک اکثریت تظاهر فوق العاده و فراگیر دارند، همونطور که در روایات آمده زمین از جهل و ظلم و جور پر می شود. اینها اهل معاصی و مناهی و بیشتر لایک و ملحد می باشند. غیر از یه جمعیت کوچکی که در ایران حکومت می کنند و کسانی که از در حول هوش اونها هستند و از امکانات حکومتی برخوردار هستند، همه اهل معاصی و مناهی و گناه و بیبندوباری هستند و فقط یه بخش کوچکی هستند. این هم نشانه های آخر زمان هست. امام زمان هم که بیاد تمام این جامعه بشری رو نابود میکنه به خاطر این برگزیدگانی که در آقایون روحانیون هستند و کسانی که به اینها وفادار هستند. ببینید چه تکبری در این دیدگاه خابیده و بر اساس این تکبر چه سیستمی شکل گرفته، چه حکومتی هست و چگونه میشود اینها رو فهمید. معمولاً
یکی از ویژگی های مهم اخلاقی بشر تواضع هست. در این دیدگاه هایی که اینها عرضه می کنند که مبتنی است بر خود حق پنداری و خود بزرگ بینی، ما کاملا این تکبر رو میتونیم مشاهده کنیم، چون همه عالم غیر از یه جمعیت بسیار کوچیکی که اینها هستند همه اهل جهنم هستند و تنها اینها هستند که اهل بهشت هستند. با همین دیدگاه هست که ما شاهد صدور فتاوایی از سوی روحانیون هستیم که مجموعه این فتاوا به نظر من فتاوای ضد اخلاقی هست، فتاوایی هست که هیچ جایی در هیچ نظام اخلاقی نداره. به چند نمونهش من فقط اشاره میکنم. اخیراً آقای علی فلاحیان وزیر سابق اطلاعات جمهوری اسلامی که یکی از در واقع هدایت کنندگان ترورها در خارج و داخل کشور، کشتن افراد مخالف در جای مختلف بوده، ایشون یک فتوای بسیار جالبی رو صادر کرده. ایشون میگه حرف زدن درباره اشرافیگری مسئولان نظام را حرام میدانم. یعنی مردم حق ندارن که اگر مسئولان نظام فرزندانشون، خودشون اتومبیل های چند میلیارد تومانی سوار میشن، ویلاهای چند میلیارد تومانی یا چند ده میلیارد تومانی دارن و منابع کشور رو در اختیار خودشون قرار دادن، ثروت کشور رو تاراش کردن، حرام است که مردم در مورد اینها حرف بزنند. ببینید تا چه حد یک نظامی میتواند پیش برود که حتی سخن گفتن در مورد فساد رو اینها حرام میدونند. این فتوای کاملا ضد اخلاقی هست. فتوای دوم رو از آقای عبدالکریم موسوی اردبیلی انتخاب کردم که یکی از روحانیونی هست که در دوره آقای خمینی رئیس دیوان عالی کشور بود. بعد از آقای خمینی هم به دلیل فاصله هایی که با آقای خامنه‌ای داشته، ایشون به قم رفته، یک مدرسه دانشگاهی داره به اسم دانشگاه مفید و از روحانیون مورد قبول اصلاح طلبان مذهبی هست. آقای موسوی اردبیلی در پاسخ به این سوال که نظر فقهی حضرت عالی درباره حکم شرعی پخش تلویزیونی برنامه‌ها و مسابقات ورزشی که حق پخش آنها خریداری نشده چیست؟ ایشون میگه چنانچه تولید کننده و صاحب حق عرفی و اقلایی مسلمان باشد، پخش بدون رضایت صاحب حق اشکال دارد و اگر غیر مسلمانی است که در حال جنگ با مسلمین نمی باشد، مسئله محل تأمل است و اگر از نظر عرف و اقلا صاحب حقی ندارد، پخش آن مانعی ندارد. ببینید صحبت آقای عبدالکریم موسوی اردبیلی خلاصش اینه که پخش برنامه های تلویزیونی که یک تهیه کننده ای در هر جای عالم سرمایه‌گذاری کرده و طبعا اگر این رو بخواهد یک شبکه تلویزیونی پخش کنه، باید حق اون رو بپردازه، حق تولیدش رو، رویالتیش رو بپردازه. ایشون میگه اگر تولید کننده، تهیه کننده مسلمان باشه اشکال داره، مسلمان نباشه اشکال نداره. معنیش این هست که دزدی از غیر مسلمان، چون نقض حقوق معنوی افراد، این دزدی است. شما کتابی رو که من نوشتم بردارید به اسم خودتون چاپ کنید، مطلبی رو که یک فیلمی رو کسی تولید کرده مجانی تماشا بگذارید، حق او رو ندید. ایشون داره میگه که دزدی از مسلمان اشکال داره، دزدی از غیر مسلمان مشکلی نداره. با همین در واقع دیدگاه هم بود که بسیاری از نیروهای جمهوری اسلامی، افراد نزدیک به جمهوری اسلامی، وقتی خارج کشور میان از مغازه ها دزدی میکنند. سفیر ایران در سازمان ملل رو در دزدی یک پالتو در یک فروشگاهی در نیویورک چیز کردند، او رو کشف کردند، دزدیش رو دوربین ها نشون دادن، اما خب به دلیل اینکه سفیر ایران بود و مسئولیت داشت او رو رها کردند. اینها معتقد هستند که دزدی از غیر مسلمان اشکالی نداره. خب خط و نشان هم در اختیار خودشون هست، اگر از کسی دزدی کردند بعد میتونن اون رو بگن این اصلا فاسق بوده، مسلمانیش برای ما اثبات نشده. بنابراین هر گونه دزدی برای اینها مشروع هست و این خب یک فتوای کاملا غیر اخلاقی هست. فتوای سوم رو از خود آقای خامنه‌ای
براتون میخونم. ایشون در باب بیان ظلم یا خیانت بعضی از مسئولین ادارات در برابر مردم میاد و دشمنی و عداوت خودش رو با اطلاع رسانی در حوزه عمومی آشکار میکنه. در یک فتوا گزارش فساد و اعمال خلاف قانون رو صرفاً به مقامات محدود میکنه، این که در رسانه ها نباید مطرح بشه. ایشون میگه گزارش دادن ظلم به مراکز و مراجع مسئول برای پیگیری و تعقیب بعد از تحقیق و اطمینان نسبت به آن اشکال ندارد. یعنی فقط بیاید سراغ خودمون اگه مشکلی داشتید و حتی اگر از مقدمات نهی از منکر محسوب شود واجب میگردد، ولی بیان آن در برابر مردم وجهی ندارد، بلکه اگر موجب فتنه فساد و تضعیف دولت اسلامی شود حرام است. یعنی اگر بچه شما رو دولت گرفت و کشت، دولت خواست به دختر شما تجاوز کنه، از طبقه چهارم ساختمان اون دختر مجبور بود خودش رو پرتاب کنه به پایین، اگر دولت انواع اقسام فعالیت هایی که امروز دولت جمهوری اسلامی انجام میده، اگر میلیاردها دلار فساد بود، اختلاس بود، تمام مجموعه فسادها و ظلم و جنایات حکومت رو مردم باید فقط برن سراغ خود همون مفسدان و جنایتکاران، به اونها گزارش بدن برای اینکه تظلم کنن. اگر این رو در عرصه عمومی بیان و به مردم دیگر بخواهند بگوین، به رسانه ها، به افکار عمومی، این کار رو آقای خامنه‌ای حرام میداند. این فتوای کاملا ضد اخلاقی است. یعنی در واقع یک حکومت دیکتاتوری و یک مستبد میتواند چنین فتاوایی رو صادر بکنه و این گونه فتاوا هم بسیار است. من نمونه های بسیار کوچکی از اینها رو برای برنامه امروز انتخاب کردم و دارم برای شما میخونم. در یه فتوای دیگه باز آقای خامنه‌ای میگه واضح است هر عملی که موجب بدنام شدن چهره جمهوری اسلامی که در برابر کفر و استکبار جهانی ایستاده است شود به نفع اسلام و مسلمین نیست، بنابراین اگر این سخنان موجب تضعیف نظام جمهوری اسلامی باشد جایز نیست. بنابراین مردم هیچی نباید بگن، چون به هیچ ظلمی، جنایتی، جوری نباید اعتراض کنند، چون اینها موجب تضعیف جمهوری اسلامی میشه. با همین دیدگاه هست که اینها رسانه ها رو محدود میکنن، سانسور میکنن، فیلتر میکنن، پارازیت میفرستن. فتوای دیگر برای این که نشون بدم که این دیدگاه فقط به مقامات حکومتی هم محدود نمیشه، خب از آقای خامنه ای آوردم، از آقای موسوی اردبیلی هم آوردم که روحانی است که در سمت اصلاح طلبان میسته. این فتوا رو از آقای سیستانی که بسیاری از کسانی که امروز با جمهوری اسلامی مخالف هستن از ایشون تقلید میکنن، ایشون هم فتوای ضد اخلاقی داره. آقای سیستانی در فتوایی همه غیر اهل کتاب رو نجس العین میدونه. نجس العین یعنی این که در ردیف بول و قائت، در ردیف ادرار و مدفوع و منی و مردار و سگ و خوک هستن. حالا تازه آقای سیستانی که اهل کتاب رو مستثنا میکنه، میگه اونها اینطور نیستن، جماعتی از روحانیون هستن که معتقدن همه غیر مسلمانان، حتی غیر شیعیان، اینها نجس هستن، نجس العینن، دستشون بزنی نجسی. حالا آقای سیستانی غیر اهل کتاب رو اینطوری میدونه، حالا غیر مسلمانان و کسان دیگری رو که حالا یهودی و مسیحی نیستن، و خب زرتشتیان رو هم با یک تبصره اینها پذیرفتن، چون در ایران بودند و زندگی کردن، نمیتونستن همه اینها رو یک باره، یا در گذشته چنین بوده. حالا البته جمهوری اسلامی قدرت رو داده به اونها که نسل یک باره نسل یک مذهب رو بکنن، کاری که دارن امروز با بهائی‌ها میکنن نسل کشیه، قبل از اوناش رو خراب میکنن، افراد رو میگیرن، زندانی میکنن، مجبور به تبعید میکنن. حالا در یه دوره قدرت رو نداشتن در برابر زرتشتی ها، مجبور بودن زرتشتی ها رو هم به عنوان اهل کتاب بپذیرن. در نهایت سخن این است که اینا که افراد غیر خودشون رو نجس میدونن، در حد حیوان اینها رو تصور میکنن. معنی این فتوا اینه که اگر یک مسلمان با یه هندو، بودایی، سیک یا غیر دیندار دست بده، نجس شده، باش نمیتونه غذا بخوره. اینها رو اگر شما از بین بردید در حد حیوان هستن، در حد انسان نیستن. اینا فتواهای کاملا غیر اخلاقی هست. به عنوان دو نمونه دیگر، من دو تا فتوای دیگر رو هم باز از همین مراجع شیعه براتون میخونم. آقای صافی گلپایگانی میگه بیدار کردن کسی که بنای خواندن نماز صبح را ندارد به عنوان امر معروف واجب است و
ولی کسی که قصد نماز خواندن دارد و اتفاقا خواب مانده است، بیدار کردنش واجب نیست. میگه اگر کسی نماز خونه، شما وظیفه ندارید بیدارش کنید، ولی اگر نماز خون نیست حتما مجبور وظیفه دارید بیدارش کنید. این کار غیر اخلاقی هست. یک کسی اهل نماز خواندن نیست، چرا باید او را از خواب بیدار کرد؟ این فتوای کاملا ضد اخلاقی است. آقای وحید خراسانی که خودش رو به عنوان یک فقیه غیر حکومتی هم در مواردی معرفی کرده، ایشون میگه حفظ نظام جمهوری اسلامی از اوجب واجباته. چرا حفظ نظام جمهوری اسلامی از اوجب واجباته؟ برای اینکه منافعش به همه روحانیون در کشور از منافع این حکومت برخوردارن، حتی اونایی که ممکنه زاویه هم داشته باشن ولی از این حکومت برخوردار هستن. حکومتی که اساسش بر جور و ظلم و فساد هست، چرا این نظام حفظش از اوجب واجبات هست؟ اینها فتاوایی است که از طلاب یا روحانیون دون پایه صادر نشده، از مراجع شیعه صادر شده و میبینید اگر در کتب اونها غور کنید از این فتاوای ضد اخلاقی بسیار میتوانید مشاهده کنید. در اینجا من بخش اول برنامه خاتمه میدم، در بخش دوم نمونه هایی رو از اساتید اخلاق در جمهوری اسلامی، کسانی که کارشون این هست که حالا در تلویزیون، در منابر، در مجامع درس اخلاق میدن، سعی میکنم اونها رو به شما معرفی کنم که چه جور شخصیت هایی هستن. معلمان اخلاق در ایران متاسفانه از چه جنس و گونه ای هستن.